سرخط خبرها. برگشت مارشال عبدالرشید دوستم برای تحولات بزرگ و آمادگی کامل برای سرنگونی طالبان. منبع سیگار. گزارش ویژه از سهم صالح از سلب یا اعطای مشروعیت به طالبان. سلام و سرویس اطلاع رسانی اینفو تیوی خوش آمدید. لطفا چنل رو سابسکرایب کنید. سهم صالح از سلب یا اعطای مشروعیت به طالبان. امرالله صالح پس از فروپاشی نظام جمهوریت تنها یک نفر است. او نه از یک جامعه قومی نمایندگی می کند، نه شخصیت حقوقی دارد و نه حتی یک رهبر سیاسی یا نظامی مقتدر و مشروع و دارای پایگاه و جایگاه مرد و ملی و حساب نگر. در آستانه یک سالگی حکومت طالبان، امرالله صالح معاون پیشین ریاست جمهوری در دوره نظام جمهوریت بر ایجاد سازوکارهای برای برگزاری همکرسی تاکید کرده می گوید که در صورت پیروزی طالبان در رفراندوم او حاضر است و مقامات مسلحانه پایان داده و مشروعیت طالبان را بپذیرد. آقای صالح گفته است که می شود به تاجیکستان گریخته. در گفتگو با بی بی سی گفته است که ما آماده پایان دادن به مقامات مسلحانه هستیم به شرط این که مکانیزمی برای یک رفراندوم ایجاد شود. اگر طالبان برنده شدند مسلمان ما مشروعیت آنها را بپذیریم، اما با گروهی که از مسیر توطئه به قدرت رسیده است تسلیم نخواهیم شد. او همچنین از کشورهای غربی در زمینه فشار نیاوردن بر طالبان انتقاد کرده و گفته است که غربی ها تنها چندین تن از رهبران طالبان را زیر فشار قرار دادند که این کار از نظر او کافی نیست. او افزوده است که کشورهای غربی 1.1 میلیارد دلار به نام آنچه کمک های حقوق بشری نامیده شده به طالبان کمک کردند تا خودشان را تقویت کنند. این اظهارات در حال از سوی امرالله صالح بیان می شود که بحران مشروعیت دولت طالبان تنها یکی از مسائل است که باید حل شود. راه حل این بحران نیز صرفاً برگزاری همه‌پرسی نیست. با بیان روشن‌تر، حتی اگر همه‌پرسی برگزار شود و اکثریت پشتون‌ها دولت کنونی طالبان را تایید کنند، بحران مشروعیت این نظام حل نمی شود، زیرا دیگر اقوام کشور هرگز آن را به صورت کنونی قبول ندارند. خواهان مشارکت معنادار در قدرتند و می خواهند با توزیع عادلانه قدرت، ایجاد سازوکارهای دموکراتیک، کسب مشروعیت، نقش آفرینی مستقیم و بی‌واسطه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خویش و استقرار عدالت سیاسی، همه اقوام خود را در آینه قدرت ببینند و این چیزی نیست که تنها از رهگذر برگزاری همه‌پرسی و رفراندوم قابل اجرا و تحقق باشد. این حق حتی در اختیار قدرت‌های خارجی و سازمان‌های بین‌المللی هم نیست. آنها نمی‌توانند با ترزیق پول به رهبران طالبان و تغییر ملموس در موازی سیاسیشان در قبال دولت کنونی کابل روند اعطای مشروعیت به دولت طالبان را آغاز کنند. این چیزی است که در داخل کشور باید اتفاق بیفتد و تنها مرجعی که می‌تواند در این باره تصمیم بگیرد مردم افغانستان است. از سوی دیگر امرالله صالح پس از فروپاشی نظام جمهوریت تنها یک نفر است. او نه از یک جامعه قومی نمایندگی می کند، نه شخصیت حقوقی دارد و نه حتی یک رهبر سیاسی یا نظامی مقتدر و مشروع و دارای پایگاه و جایگاه مردمی و ملی به حساب می آید. بنابراین چنین فردی نمی تواند درباره آغاز و انجام قیام های مسلحانه علیه طالبان تصمیم بگیرد و نه رای و نظر او درباره سلب یا اعطای مشروعیت و دولت طالبان فراتر از رای و یک نظر یک فرد عادی و یک شهروند معمولی اعتبار دارد. حتی در باره رهبری قیام های مسلحانه علیه طالبان از سوی او نیز تردیدهای جدی وجود دارد. صالح از کشور گریخته و هر روز با استفاده از بستر لجنگسیخته فضای مجازی دست و ابراز موازی تحریک آمیز، انتشار پروپاگاندای ضد طالبانی و برانگیختن جوانان مردم به جنگ و شورش و عصیان و مقاومت میزند. همین اکنون آقای صالح از سوی مردم پنجشیر متهم به خیانت است، زیرا جنگ را شروع کرده و خود از کشور گریخته است و در جای امنی به سر میبرد. اما آن مردم هر روز سرکوب میشوند و جوانانشان با بهانه های گوناگون قربانی نسل کشی سیستماتیک به دست ملیشه های پشتون میگردند که همان وقت هم میگفت که جمعیت توپ ختم شد. چنین فرد نباید آنقدر متوهم و خود بزرگبین باشد که به خود جرأت دهد به نیابت از همه مردم افغانستان درباره سرنوشت سیاسی آنان سخن بگوید و تصمیم بگیرد. شایسته ترین کار برای آقای صالح این است که در خلوت و انزوای تحقیرآمیزی که پس از فروپاشی نظام جمهوریت و تسلیم کشور توسط رئیس خود به طالبان
برایش رخ داده بنشیند و با خود حساب کند که در قمار با رئیس فاشیستش چی چیزی را باخت و چی چیز به دست آورد. مواضع مضحک، جلسات امنیتی 6:30 صبح، تخریب و تضعیف ویرانگر و بازگشت ناپذیر حزب جمعیت، ایجاد اختلافهای قومی و جناحی، بازی در زمین فاشیسم پشتونوالی و جست‌های خنده‌دارش به عنوان مغز متفکر اطلاعاتی و امنیتی دولت و بخش از میراث آقای صالح در دوران کوتاه معاونت اشرف‌غنی است که بدون شک ارزیابی دوباره آن به او امکان خواهد داد تا نگاه خود نسبت به مسائل ملی را تغییر دهد و درباره جایگاه و قدرت و اثرگذاریش بر معادلات سیاسی و امنیتی امروز و آینده کشور تجدید نظر کند و دست از سیاست برای همیش بردارد. اکنون می‌پردازیم به تازه ترین گزارش از سیگار در مورد برگشت مارشال عبدالرشید دوستم و پیام تازه احمد مسعود. سیگار در گزارش باور نکردنی تازه گفته است که مارشال عبدالرشید دوستم برای تحول بزرگ آمادگی کامل را گرفته، به زودی تحول می آورد و جهان را در حیرت می گذارد و مردم افغانستان را آزادی می بخشد. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز چنین نوشته است: هیچ کشوری برای ما قول همکاری نداد و هیچ کشوری هم آماده همکاری با ما نیست، اما با آن که با توکل به خدا و تکیه به مردم از آنچه امکاناتی که در توان داشته باشیم از مقاومت و استادگی در برابر ظلم دریغ نخواهیم کرد. ما بر حق هستیم، ان شاء الله حق پیروز خواهد شد. خبر بعدی، جنرال مکنزی تازه گفته است که توافقنامه دوحه اساس سقوط افغانستان بود. در آستانه یک سالگی سقوط افغانستان به دست طالبان، جنرال فرانک مکنزی رئیس پیشین ستاد فرماندهی مرکز ایالات متحده آمریکا گفته است که طالبان در مذاکرات دوحه نیت نیک نداشتند و اساس سقوط افغانستان نیز توافقنامه دوحه بود. این فرمانده ارشد ایالات متحده آمریکا به نشریه پولیتیکو گفته است که خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان یک اشتباه بزرگ بود. او در مورد روز سقوط گفته است که ملا عبدالغنی برادر از آمریکا خواست که امنیت شهر کابل را تامین کند. در اعتراف جنرال مکنزی آمده است که او خواستار حفظ 2500 نظامی آمریکایی در افغانستان بوده، اما کاخ سفید به این پیشنهادش گوش نداده است. نام برده از پناهگاه‌های طالبان در پاکستان یاد کرده و افزوده است که آمریکا آن طوری که باید به این مشکل رسیدگی میکرد نکرد. این در حالی هست که آمریکا پس از کشته شدن ایمان الزواهری، رهبر شبکه القاعده در کابل گفته بود که اکنون میتوانند بدون حضور میدانی با حراس افغانان به مقابله بپردازند. اما آقای مکنزی اعتراف کرده است که اکنون دسترسی آنان به اطلاعات در افغانستان 1-3% است. او خاطرنشان کرده است که میدانستند طالبان با القاعده قطع رابطه نمی‌کنند.